بازار تبریز واقع در هسته مرکزی این شهر بر سر جاده ابریشم قرار داشته و همواره از پر رونق ترین بازارهای آسیا در ادوار مختلف بوده. قدمت بخشهایی از بازار به سده چهارم هجری برمیگرده و این بازار در سال 1388 خورشیدی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده. میراثی تاریخی نیازمند بازسازی و مرمت بنیادی. سال 1374 من شمرده بودم که در طول یک راسته از بازار از مقابل مسجد مقبره تا برسیم به انتهای بازار ما 27 نقطه رو شنبندی کرده بودم ما نه مردم. این به معنای اینه که امن نیست بازار جهت رفت آمد، نه امن بر ما، امن حتی جهت کاسبکارهایی که داشتن کار میکردن دیگه فضا مناسب نبود. وقتی که فضا برای کاسب کار مناسب نباشه معلومه مشتری هم نمیره که ازش خرید بکنه. چرخه مالی بسیار ضعیفه. اینه که تعداد زیادی از بازاریان از حجرات خودشون، از مکان کسب و کار خودشون دیگه اونجا رها کرده بودن، شروع کرده بودن به بازار رو ترک کردن و جاهای دیگه رفتن. بازار وضعش خیلی نازور بود. اصنافش اینجا بودن، حالا نمیدونم شاید چندم به فکر بازار نبودن. بازار تبریز نزدیک 27 هکتار مساحتشه. طول راستای بازار تبریز نزدیک 5.5 کیلومتره. بازار تبریز تعداد تیمچه‌ها و سراها و دالون و کارمزدهاش بسیار بسیار تعدادش زیاده. مگه ما میتونیم به تنهایی به این امر بپردازیم؟ این ممکن نیست. توی میراث فرهنگی نشستیم، چند تا سیاست وضع کردیم، چند تا تدبیر انجام دادیم. اولین تدبیر این بود که مطلقا ما به سمت مرمت ما نریم، ما فقط نظارت بکنیم، هدایت ما امر مرمت و مدیریت مرمت رو بدیم دست خود بازاریا. بازاریا این کار واجب رو انجام بدن. 75% منابع مالی رو دولت تأمین بکنه و 25%ش رو مردم تأمین بکنه. کار با این شروع شد. دومنه البته سه نفر بودی، بیشتر با من بود. ارزم بزرگ که ما اومدیم اینجا با مردم که صحبت کردیم، اینا هم خوب میدونستن که اگه بازار بسید تخریب بشه اینا شهرداری معول دیده که درد نمیخوره. اینی که به اصلا دلگرم شدن، ما با اونا همکاری کردیم، یه حسابی باز کردیم و منابع مالی را از خود به حساب بازاری ها از همون این بازار تامین کردیم. با میراث فرهنگی هم هماهنگ شدیم که کمک کرد. میراث فرهنگی راهنمای ما بود. ما شروع کردیم بازار رو به حساب به همین شکلی که شما میدونین اینا رو به حساب درستش کردیم. وقتی کسبه میاد درخواست پروانه میکنه، من میرم مغازه رو نگاه میکنم، نقشش رو میکشم، کوریکش رو میکشم، در حین کوریکشیدن آسیب ها رو میبینم. علاوه بر نقشه دادن بهش استادکار معرفی میکنیم که این استادکار چی کارا باید میتونه میکنه که این آسیبی که هست طبق سازه قدیمی دوخت و دوز بشه به هم. بعد که این قسمت های استخدام بخشی و دوخت و دوز و مرمت انجام میشه، کاربری داره اون کسب واحد تجاری برای که اجناس خودشو معرض دید بذاره باید ویترینشو تزیین بکنه، ویترین آرایی بکنه، چوبی باشه، یک لنگه باشه، پاخور نداشته باشه. حقیقت اینه که ما دو نوع ارزش داریم در میراث. یکیش میراث مادی است، یعنی همین چیزی که شما میبینید، یک بنای تاریخی رو میبینید، بازار رو میبینید، این میراث مادی است، میشود لمسش کرد، دیدش، راجبش صحبت کرد. یک میراث دیگری داریم، یک ارزش دیگری داریم که ما بهش میگیم میراث معنوی. این میراث معنوی رو نمیشه بهش دست زد. تکنیکا، زیبایی ها، اینا میشه راجبش صحبت کرد، دید، اما دیگه نمیشه لمسش کرد. اینا بهش میگیم میراث معنوی. زمانی که کار رو ما آغاز کردیم تو فکر کردیم که این میراث معنوی رو از دست ندیم. بنابراین عمدتاً تکنیکای اجرایی ما
رفت به سمت اجرای سنتی. جالبه براتون بگم که بخشی از این تکنیکای سنتی رو هم ما از یادمون رفته بود، یعنی به دلیلی که سالها امر مرمت اتفاق نیفتاده بود ما خوب بلد نبودیم در اون سالها که چه شکلی خوب تاق بزنیم، چه شکلی خوب گنبد بزنیم، چه شکلی خوب رطوبت زدایی بکنیم، چه شکلی پیبندی بکنیم. اما با تمرینایی که انجام دادیم، با یافتن آدمایی که هنوز زنده بودن، این تکنیک ها آمد دوباره و خوشبختانه یه بازیافتی داشتیم از این بسیار تکنیک های از بین رفته یا در حال از بین رفتن و اینا دوباره زنده شد. این مرمتی که انجام شده باعث شده که حتی شغل هایی که میخواست از بین بره برگشته، حتی شغلی که به نام رنگرزیه، ما خامه های پشمو که میبردن جای دیگه رنگرزی میکردن، الان داخل بازار یه کارگاهی هست که رنگرزی میکنه، بعد میریسن، بعد میدن کارگاه هایی که محدوده بازاره فرشو میبافن. For the rehabilitation of Tabriz Bazaar, Mr. Akbakh Darizad, former project director. بازار تبریز یکی از پنج برنده جایزه معماری آقاخان در سال 1392. نمایندگانی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی و جامعه بازاریان تبریز به عنوان متولیان این طرح جایزه‌شون رو شهریور ماه در شهر لیسبون پرتغال دریافت کردند. بازار تبریز که جایزه معماری رو گرفته یک مشخصات خیلی مهمی رو داشت. مهمترینش مشارکت مردمی بود. بلکه با در مقایسه با بقیه پروژه‌هایی که در کشور دیگه انجام شده بودش، ما می‌تونیم ببینیم که چجوری به صورت موفق تونستن مشارکت مردمی رو وجود بیارن. یعنی چی؟ یعنی پروژه طوری طراحی شده بود که از روی اصول همه متوجه شدن که اجرا کردن این پروژه به نفعشونه. چون یکی از مسائلی که در بسیاری از کشورها هست، وقتی که دولت‌ها بدون توجه به واقعیت محل میخوان یک پروژه های بهسازی یا بهتر بکنن، ولی چون آگاهی ندارن به جای بهتر کردن پروژه اون کار رو بدتر میکنن، یا اینکه وقتی یک پروژه انجام میشه که دولت ها خیلی دست قوی توش دارن، مردم میگن خب اگه دولت داره این کار میکنه پس ما چرا کار بکنیم، ما میشینیم، خب اونا بیان پول ما میدن کار انجام میدن دیگه، ما استفاده میکنیم. در صورتی که این از نظر فرهنگی حتی غلطه. ما مسئولیت محیط زیست با خود مردم بود همیشه، اینا دولت ها نیستن که مردم سازن، و اگر ما این مسئولیت از مردم بگیریم اون ساختمان ها هم از بین میرن. به غیر از بازار تبریز، چهار طرح دیگه هم جز برندگان جایزه آقاخان بودند. مبلغ این جایزه 1,000,000 دلاره که میان 5 طرح برنده تقسیم میشه. از ایران یک پروژه داشتیم که در شهر محلات یا آپارتمان سازی که واقعا تحسین همه رو برگرفت، و معمار این پروژه با یک درایت و یک برخورد خیلی جالبی از مثلا لاشه سنگ هایی که دیگه کارخونه سنگبری اون رو میخوان دور استفاده کرد، یعنی استفاده دوباره از مواد که بسیار مصرف میشه، این خیلی مسئله مهم بود و یک تغییری داد در نوع یک نوآوری در آپارتمان سازی یک کوچیک. So the idea behind the massing was not only formal. ایده استفاده از این لاشه سنگ ها یه ایده صرفا سوری نبود. این فرم ها در ذهنم بود و شروع کردم به بریدن و با چیدن این سنگ ها متوجه شدم که ویژگی عمده شون شکل نامنظمشونه. برای تنظیم فضای داخلی باید مثلث هایی با زوایای تند به طرحم اضافه می کردم. این کار کمک میکرد فضای داخلی نصب پیدا کنه و در این حال هماهنگی بین این بنا و کوههای صخره مانند محلات به وجود بیاد و شکل کوهها و صخره های این منطقه رو تداعی کنه.
quarries and all the shape of a big rock. نور این خونه با توجه به میزان دلخواه خودمون قابل تنظیمه، با توجه به وجود این پنل‌های چوبی. به چه شکل ما میتونیم پنل چوبی رو جابجا بکنیم؟ میتونیم باز کنیم، میتونیم ببندیم. تو فصل گرما میتونیم اونو بکشیم که گرمای بیرون به داخل منتقل نشه، و همین که حتی شبهایی که از بیرون دید داره میتونیم پنل‌های چوبی رو جابجا بکنیم، کاملا ببندیم، کاملا ساختمون محفوظ میشه از دید افراد خارج از خونه. یکی از سوال‌هایی که سال‌های 1970-80 به اصطلاح زیاد باب بود که ما معماری مدرن می‌خوام یا معماری سنتی، ما هویت معماری چی هستش؟ و متأسفانه در یک زمانی در یک گمراهی که دنبال هویت بودن و مردم فکر می‌کردن که با یک تقلید از معماری سنتی میشه معماری سنتی جدید درست کرد. ما با خشت و گل نمیتونیم یه فرودگاه بسازیم، یه ساختمان 50 طبقه، و این به اصطلاح یک دید غلطی بود، از برخورد غلطی بود. خوشبختانه این اصلاح شده در اکثر جاها و ما می‌بینیم که یک اصول و مبانی در معماری هر کشوری هست، یک حس ادراک فضایی هستش در مدرک، که بعضی از پروژه ها هماهنگ با خواسته های امروزی تونستن این رو در قالب معماری نوین عرصه بدن. بترسیم از کسانی که با ناآگاهی فقط تقلید گذشته رو مبنای پیشرفت میدونن. هیچ وقت در تاریخ چند هزار ساله ما هیچ قومی کار قبل رو نکرده، اون چیز از قدیم گرفته رو نگه داشته، به هیچ چیز اضافه کرده که به نسل بعدی تحویل بده.